که شما از مدارس مختلف تماشاگر این برنامه هستید، هر مدرسه ای برنامه ای برای این جشن تدارک دیده که به ترتیب براتون اجرا میکنیم. حالا بچه ها شما میتونین توی محوطه استراحت کنین و پذیرایی بشین تا برنامه بعدی. که الان اومدی گرفتی، قرار بشه به هر کسی نفری دو دفعه بدم که نمیشه، به بقیه نمیرسه. خدا خانم ما نگرفتی. قسم نخور، اگه میخوای که دو دفعه بگیری باشه، بگی برو. این چه چیزیه که من باید به خودش قسم بخورم؟ اصلا نخواستم. وایسا. مثل شبنم که نمیمونه رو گل و خونه، گرمای وفا میبره از دل همه کینه ها، دلا میشه روشن. آی قر نکن تو با من، آی قر نکن تو با من، با هات قهرم باز نکن دهن، با من حرف نزن، هر سود نیا سود، این چه کاری بود، چه دیر و چه زود. نمی کنم آشتی، جای آشتی نگاشتی، جای آشتی نگاشتی. ریزه ریزه کم کم، دست بزو تو دستم، ترکش کوکم، دلوی بروشم. الله پلنگ، رنگ و برنگ، گل و گلدونه، نعنا و پونه، آشتی کنونه، دلا میشه روشن. آی قر نکن تو با من، آی قر نکن تو با من. چرا از هم رنجیدن؟ به باغ آشتی گل چیدن، گل گفتن، گل شنیدن، دست به دست هم رقصیدن. همو مکمور چه داره؟ بشین و پاشو خنده داره؟ عتل متل تو طوله، گاب حسن چه جوره؟ عمو زنجیر باف، زنجیر منو بافتی؟ حیف نیست؟ چرا ز هم رنجیدن؟ به باغ آشتی گل چیدن، شربت مه به لب نوشیدن. معلم درس وفا، معلم نازنین ما، با عشق و شور و غم خوری، از جون و از دل کنار ما. چراغ راه معلم ما، یار و همراه معلم ما، آشتی کنونه، گنجیش که میخونه، تیک تیک چشات مهربونه، تیک تیک به یادم میمونه، تیک تیک این دور زمونه، تیک تیک مهره که میمونه. آسف داری؟ از کجا میدونی؟ آخه پسن همسایی ما هم از اینا میزنه. تو خواهر داری؟ نه. برادر چی؟ نه. من خیلی خوشحالم که تو شبیه من، من شبیه تو هم. تو چی؟
این نمیده خوشحالی یا نه؟ دفتر خاطراتتون میگی برات بنویسم؟ چون خودم به کار نمایش علاقه دارم، اینه که الان مدتی یک ماه دارم با بچه ها کار میکنم. از کدوم مدرسه هستین؟ از مدرسه شهید کلاه دوست. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ای چه جالب، بیاین اینجا ببینم دونی مسی، بیاین ازتون عکس بگیرم. باشین باشین بخندی. صبر کنین پیر زنه اومده، یه دختری، یه زنی، یه پیر زنی باشه مثل بعد بچه یه خود با این تمرنگ بسید، یه خود بیشتر به اشاره های من توجه کنید. شبیه تو بود، همینجوری شپر شپو، هپلپو، آره برو اون پارتیتو رو بردی بیاید، دوست از دوستات هم اونجا هستم، برو سلامانه. بچه یه خود بشینه، استراحت کنین، آماده که شدیم میگید. بله خواهر. یادم آید روز باران، گردش یک روز دیرین، بو بشین توی جنگل های گیلمان، باز باران با ترانه، باز باران با ترانه. پس لباساش هم دیگه جوره. سلام مامان. سلام مامانم. میدونی مامان، میدونی امروز یه دختر دم شده. یه دختری، یه زنی، یه پیر زنی. باشه برای بعد. خب تاج خانم کیانی رو بیار ماما. خیلی لاغر شده نه؟ سلام. خوب الان؟ بله. من فکر می‌کنم یه کمی قد آستینشو ببریم بالا. خیلی خوب اینجا؟ بله مامان. ممنون. وای تو وقت تو کثیف کردی، چیزی خوردی مامان؟ نه سیرم. خیلی خوب، بده برو مشقاتو بنویس. خب خوب شده تورش؟ بله. این دست درد نکنه، خیلی مامان. تورش هم میاد اینجا کنارشو اینو، یعنی این از این قسمتش. بله بله. باش، این دردش بهم بگی، اشکال دیگه ای نداره لباس. بعدش خوبه. خیلی ممنون بچه، خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب رایم جان قربانت. دست درد نکن واقعا زحمت. خسته نباشی. چطور بود؟ راضی بودی؟ خیلی خوب بود، عالی بود. خوب بود دیگه. خیلی خوب، دست درد نکنه، عالی بود، عالی. یعنی خوب دیگه. دست درد نکنه، خوب بود، عالی بود. خب تو چه داری؟ جشن تو؟ آه
خوشحالی بود. جشن بود دخترکم. من میگم که این آهنگ رو بابای من ساخته. استاد نصیر خسروی بابای جونجین خودم. قربونت برم. خب محسن جان. قربونت برم. کاری نداری من با عزت مرخص. خیلی ممنون زحمت کشیدی. چی شد سرای خانم چی شد؟ والا گفت یه کار اداری دارم. بح. ممکنه یکم دیر و زود بشه. بح. منتظر بمونی. باش. خیلی ممنون. بابا بریم. قربونت. چی شد؟ بریم. کجا بریم؟ بابا بریم. بریم. من خسته شدم. بریم. خیلی خوب من تو زحمت. بریم. توی پدر سوختی میخوای سرای خانم نبینی. آره. سلام. سلام. چطوری؟ بخیر. سلام. کجا اینجوری کردیم؟ من به هر حال امروز از آرشیو یه بابای اینه کشیدم بیرون که خیلی ناخون خوشگل کرد. من نگران بودم که امروز نیاین و امشب نشنوین موسیقی جادویی. به هر حال تقدیم به شماست، قابلی نداره. خیلی ممنون. خواهش میکنم. منم یک کادو واسه نرگس جون دارم. به به سلام. اصلا سلام. بفرمایی. به دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بازم که برخود تلخ و گند بود که تو باید سرایه رو مادر خودت دوست داشته باشی. مادرم؟ بله، بگو چش. چش؟ همه به خدا این عطر گندی که مغازه ها مجانی میدن؟ بله. حالا یه دقیقه چشماتو ببن. باشه. باز نکنی ها. باشه. حالا باز کن. وای چه لباس قشنگی مامان. جونم چون همیشه تو دست برام لباس میدوزی. خب لازمت میشه عزیزم. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مثلا مادر، مادر من، مادر من، تو مادر، مادر. نرگس تو رو خدا یه چایی به بابا چه بده. نرگس بشین. آخه بابام چایی بشین درس رو بخون. خانم جان، خانم جان، سمعکتون رو بذارین، یه چیزی میخوام براتون تعریف کنم. خانم جان، خانم جان، زود میگم، حوصله‌تون رو سن نمیبرم. من دیگه نه گوش به حرفی تو میدم نه بابات، هیچ کدوم. درس رو بخون. به به
خوب از خوبتون پذیرایی میکنین. من از دخترم فقط یه دونه چای خواستم. این دختر درس و مغش داره، اگه قرار بشه کاری خونه رم بکنه پس فردا که یه نمره کم آورد نقش نزنی. یا حالا کنف میکنیم مامان جون. چشمم کور، دندم نرم، خودم کار خودمو میکنم. بایدم بکنیم کارا نرگس هم باید بکنی. کس که میخواد هم پدر باشد هم مادر برای بچهش باید هم کارشو بکنه. اگر هم این حرفا رو میزنی که فکر میکنی من بذار خیالتو راحت کنم، من دیگه تیر خونه دست به سیاه و سفید نمیزنم. من دو روز میام جم مهمونتم، مادرت هستم، پیر هستم، دست و پام درد میکنه، وظیفه داری غذا جلوم بذاری، چایی هم برام بیاری، چایش هم تازه دم باید باشد منصورو. برو چش. مامان شما مشاله ازا مشاله وقتی میفتی تو سر زیره یه بند میری. یا مادر، مادر من، عزیز من، مادر من، مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. دا 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 من مشکلاتی دارم. همه مشکل دارم، زن گرفتنم عرضه میخواد. مادر من، دکتر مردم یه سال رو هوا نگرش داشته، شام برو بیرون، نهار برو بیرون، کادو بخیر، کادو بیار، همه چیزو به بازی گرفته. فکر میکنی هیچ ده ساله ای؟ نرگس جان، پشت پر سر تمرین بابا جان. خانم جان، این سنعک رو بزنیم تا عرض کنم. نمیخوام عرض کنی، میخوای نرگس رو بهانه کنی؟ خودت به نتکلیف میخوای نرگس رو بهانه کنی؟ بهانه چیه؟ نرگس هم رو نمیخوام بهانه کنم. یه مطلبی رو من میخوام به شما بگم. به من نگاه کن. اون خانم اسمش بود. حالا جلوی این بچه قرار همه مادرشو بگیره. میخواد یا جای خالی مادرشو پر کنه. حالا همه مسائل رو کنید شما. اون مادر، اون دختر، خوب دختریه. آقا من چرا استفاده میکنی؟ به من نگاه کن بابا جون، داد نزنیم سر هم دیگه. داد. حالا اینجا خوش کن. ببین بابا جون دست گرد. نه مامان خودم میخوام. اینکه میخواستیم اسمت اسم گل باشه. خب اسم گله دیگه هم بود، مریم، نیلوفر، نرگس، شقایق. چرا اسم منو گذاشتی نسرین؟ خب برای اینکه بابات این اسمو بیشتر دوست داشت. مامان چرا بابا رفت خارج یهو؟ برای اینکه به سرش زد یهو، مثل خیلی های دیگه. خانم جان، مامانم یهو چرا رفت خارج؟ چی گفته؟ مامانم چرا یهو رفت خارج؟ خودت که میگو یهویی، به سرش سه، وقتی به سرش میذاریم یهویی میره. ای جون تو که هنوز بیداری که خرس مهربونش. این که فیل مهربونه که چی میخواستی بگم؟ هیچ.
نه خیلی ممنون. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. تو نخوابیدی، تو نخوابیدی. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من. بخون بخون بخون. چشمای ما زرد میبینه، هر چیزی رو خوب میبینه، باید مواظبش باشه. بچه های مرسی سومیه، این اشتباهی یادم برم، میشه نشونی مرسی سومیه رو به من بدی؟ خودت میخوای ببری؟ حالا شما بدی. تا کی من باید این برخوردهای زننده نینی کوچولو تو تحمل کنم؟ زننده چیه بابا، اون بچه هست، عقلش نمیرسه. هیچ هم بچه نیست، خیلی هم موزی آب زیر کاست. من مطمئنم تو تا حالا پشت دست نرگس هم نزدی. تو توقع داری من نرگس کتک بزنم؟ بچه تربیت لازم داره. با کتک؟ نرگس چرا نمیره با مادر بزرگش زندگی کنه؟ اصلا صحبت چو نکن که مادر جون بابا پیر بی حوصله است. درس من چجوری طاقت میارم؟ چجوری طاقت میاری که من تو خونه درندش با اون پدر پیر قرقرو تنهای دغدغه‌مند بشم؟ ها بابا طاقت میاره بدون تو؟ تو میدونی من این مدت چقدر خرج اون خونه کردم، چقدر لوازم جدید خریدم، یه ست صوتی خریدم که لنگش تو ایران پیدا نمیشه. خب دست درد نکن. به خاطر کی؟ قربانتو الان میام خدمت. الان چش ببین، من باید برم سر کار، اگه روحیه تو بد بشه روحیه منم خراب میشه، نمیتونم کار کنم. ببخشید. به خاطر بابا رو نداری؟
میکنه. میدونی چیه؟ خب اسمم بگو. میدونی نسرین؟ اصلا به هم بگو آبجی. نه دوست ندارم. خیلی خب باشه. میدونی چیه نسرین؟ بابا میخواد زن بگیره. تو دوست داری زن بگیره؟ نه اصلا. خب بعد یه کاری کنی. بعد یه کاری کنیم زن نگیره. چیکار کنیم؟ من که نمیتونم کاری کنم. نرگس بیا جامونو عوض کنیم. چطوری؟ خب معلومه. تو برو پیش ماما، منم میرم پیش بابا. میفهمم. از کجا میفهمم؟ من میترسم. خب منم میترسم. وقتی رفتی خیاط خونه ماما سلام میکنی، ماما میگه سلام از زنگویم خانومم، چیزی میخوری؟ بعدم تو میگی نه چیزی نمیخورم. اگه گشنم شد چی؟ آخه من اون موقع چیزی نمیخورم هیچ وقت. میری توی اتاق بزرگ پر از لباس عروس. لباس عروس؟ چند تا؟ صد تا، خیلی. بعدم میری اونجا میشینی مشقاتو مینویسی. اگه زود مشقات هم بشه مامان اجازه میده بری بالا، بالا یه خیاط خونه دیگه است، اجازه میده بری با نیلوفر. نیلوفر اگه چی؟ نگاه کنی نیلوفر دوستمه، یکی از دوستای منه. خیلی خسته، ازش زیاد چیز نگی. بعد با مامان سوار اتوبوس میشیم میایین. خانجا خیلی مهربونه ولی بعضی وقتا عصبانیه، اما وقتی حوصله نداره باش حرف نزنی ها. وقتی حوصله داره باش حرف بزن. من کاری که تو خونه میکنم اینه که برای بابا چای یا قهوه درست میکنم. ببین خیلی مواظب باشی ها، سرعی خانم با بابا نامزاده، بیشتر وقتا بابا براش کادو میبری. خیلی مواظب باشی ها. برو طبقه دوبا. ماما دلشون میبنه دیر شده. Yeah.
اگه خدای نکرده یه اتفاقی میافتاد، خب میگفتی با هم دیگه میرفتیم. خانومم عزیزم، دوره سرت بگردم. آخه من که جز تو کسی رو تو این دنیا ندارم. باشه خانومم دیگه، باشه بسه، باشه خانوم، باشه آب به دست و صورتت بزن، یه چیزی بخور. من این حقایت نمیزن. ایت جونم قربونت برم، باشه خانوم، باشه آب به دست و صورتت بزن دیگه آشتی. از کی تا حالا که دست صورت تو با روپوشت خوش میکنی؟ اون لایه رو بیار مامان. چی؟ لایه کجاست؟ چی؟ کجاست؟ کجا باید باشه؟ همیشه تو قفسه است تو اتاق. فسری بودو این لایا کن نسری بیا بفهم همیز چیزی نمیخوای بخوری؟ نه مرتبه خواهش میکنم نرگس بابایی نرگس نرگس سلام تو که ما رو از دلواپسی کشتی بابا رفته دنباله برو بچه نگاه تو شیشم هم کنی برو بابا رفته دنباله تو پارکینگ کجا بودی؟ مشتو میدم کجا بودی؟ شما دخالت نکنم به من چه؟ کجا بودی؟ کجا بودی میگم؟ پارک کدوم پارک؟ کدوم پارک؟ پارک در مدرسه اونجا چی کار میکردی؟ میگم اونجا چی کار میکردی؟
به من نگاه کن. چشم چرا در دیوار نگاه میکنی؟ میگم به من نگاه کن. اونجا چی کار میکردی؟ حرف بزن واضح درست راست. دیروز با یکی دوست شده بودم، بعد امروز رفتم دم مرس، یعنی اون اومدم مرس ما. اون راننده یه سرویس احمق، فکر نکرد تو سوار نشدی؟ فکر نکرد؟ من خودم سوار. خود سوار؟ من حالا تلفن میکنم مدرسه پدر پدر سوخته اون. آخه تو فکر نمیکنی یه پدر، آخه تو فکر نکنی من دلشون مردم؟ آخه یه دختر بچه یه انقدری تو این شهر بیداره بکر بزن. ایبا نزنی ها بابا. نرگس هم چیزی میخوری ماما؟ من چیزی نمیخورم. نرگس، نرگس، همون جویسه، همون جویسه. چطه؟ قری با من، آره؟ قری با من، هشتی ترزه بهشتی؟ حالا که هشتی هستی؟ بیا، بیا دیگه. خوشت میاد؟ ها؟ ستان یاقوت بخون باها دسته به دسته خوبه؟ با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سپیدی در سینه آن. حالا یه چیزایش مونده ها، برای اسکیلوی داره و اینا، و حالا یه چیزایی دوش یاقوت ها را پیچیده با هم، در پوششی نه هر بردگارم، سرخ است و زیبا نامش انار است، هم ترش و شیرین هم آب دارست. آشتی هستی با من؟ آشتی هستی؟ آشتی هستی با من؟ ستانه یاقوت دسته به دسته، با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان، قلب سپیدی در سینه آن. درب نداره بابا، تمام شده از این کار دیگه نمی کنه، هیچ کدوم نمی دیگه از دختونه هم بکنه. خوشت اومد؟ آره؟ حالا برو پارتی تورش بیا، برو پارتی، من معذرت میخوام. خب برو پارتی تورش بیا. پارتی تور رو پیانو، پارتی تور انار. اه نرگه انار، نامش انار است، هم ترش و شیرین هم چی بابا؟ انار، پارتیتور انار. موزی 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 موزی، پارتیتور انار رو بیار. خیلی خوب معلوم هستی هستی، برو پارتیتور انار. Thank you.
برمیدارم. بابا جان من کارتون انار تنگ شده یا. الو سلام. حالا چطوره؟ ای اندازه نمیشد. خب حالا ای گفتی کیه؟ سوریه. چه کار میکنی؟ من میام دیگه کاری باری. به شما سلام رسوندن که بد اخلاق نباشی. من بعد از این مامان جان من میرم بیرون و بر میگردم. کاری نداری برو. منصور هر کاری تور بکشه تو کش پیدا کنه سخت‌تر میشه. مامان جان من این کارهایی که دستمه انجام بشه پولدار که شدم ترتیبش میدم. والا من خودم هم خسته شدم. ولی آخه این میوه است. این میوه باید برسه به موقعش. یا همدم خوب برای شما یه مامان خوبم برای نرگس. بینجی بینم بله شما مامان داری ولی کو بگرد پیداش کن. تو اون کماده زیر این میزه نکنه تو جیب توه. شامش بگو بری میدی به شوکت خانم. پول اگه داد میگیری میذاری تو جیبت بعد از خونه میای بیرون. مواظب باش تو خیابون. بله. لا اله الا الله. الو من با نسیم نرگس. بله الو من با نرگس کار کنم. نرگس جان تلفن شما رو میخوام. بله بفرمایید. من نرگسم. نسیم خونه شوکت خانونو کجاست؟ میدونی چیزه خانجان اونجاست؟ آره. خب برو تو اداغه من. خب مدم نصفه یه خونه شوکت خانونو کجاست؟ تلفن عمومی نزدیکای خیاط خونه ای؟ آره. خوب رو به تو نگاه کن. نوشته کوچه ده. آره. حالا دست راست تو نگاه کن. درخت و برای یه پیچه خون جان اومد. نسمه جا پخون حافظ. من بعدا به تلفن کنم. واسه نسمه بابا بابات کجاست؟ نیستش رفته بیرون. خوب خون حافظ من بعدا به تلفن کنم. دوستت سراغ چی رو میگرد گفته نیستش؟ بابا. مگه دوستت بابا رو میشنسه؟ بله همه بابا رو میشنسن. مگه عکسش نوارا نیست؟ مگه آهنگساز نیست بابا؟ خب شیرین زبونی نکن عزیزم. بیا بربونی تمرینه دو بکن. منم دارم میرم بیرون شایرم برم سینما. مواظب خونه هم باش. کارو دو انجام بده بابا میاد اوقات شرح نشه. اینجا کجا؟ اینجا خونه شکر خانومه. من کی هستم؟ تو یا شکر خانومی یا هم خواهر دوقلوش. کارمو دوست دارم، بچه‌مو دوست دارم، مادرم هم که به هر حال یک وظایفی دارم. تو هم خودت میدونی دلم میخواد زندگی کنم. ولی واقعا برای متقاعد کردن این مجموعه. ببین شما خودت تردید داری استاد خسروی. نمیذاری حرف بزنم. نرگس شده بهانه. آرزو به دل من مون که چی بهانه. من مطمئنم. من واقعا نمیدونم به چند نفر باید تو اون پس بدم.
تو مادرم نرگس. تو منو با مادرت و نرگس یکی میکنی؟ واقعا متاسفم. ببین وقتی میگی متاسفم اونو تلخی ایجاد میکنی تو روحیه من. از بود خاله زنکیشم که بخوای نگاه کنی که چه میدونم بچه مادر میخواد و... بابا جون من یه یه بچه وقتی میگه مادرم میخواد خاله زنکی؟ از نظر من بله. جالبه. ببین تو باید نرگس رو بفرستی با مادرت زندگی کنه، چون من میخوام باید زندگی کنم. زندگی اینقدر من فرصت ده نه اینقدر. ببین آقای خسروی، اگه تو با من ازدواج نکنی مطمئن باش که من خودکشی نمی کنم، ولی دیگه تحمل این وضع ندارم، خانوادم هم همینطور. تو اصلا متوجه نیستی، من و پدرم روی تو حساب میکنیم. پدر من حاضر برای مدرنیزی کردن استودیو تمام سرمایه ارزشش رو بریزه تو اون استودیو. به خاطر کی؟ تو. در واقع به خاطر تو. چه فرقی میکنه؟ اون من تو رو یکی میبینه. مامان چرا تو اینقدر کار میکنی؟ خب برای اینکه تا جوونم باید کار کنم دیگه، برای آینده شما. مامان اگه چی؟ ها؟ هیچ. خونه دار شده، خانم شده، چایی میاری؟ دست درد نکنه عزیزم. خانم جان فیلمش قشنگ بود؟ نه، تخمه که تموم شد من بلند شدم، هیپی پولی بلیت. خانم جان چرا شما به ما میگین زن بگیره؟ ای خدا بگم چی کارش کنه دیگه، تمومش میکرد، حرفش هم تموم میشد دیگه. خب من نامادن نمیخوام، من مامان خودم میخوام. کجا بیارمش؟ تو جیب منه، بیا درش بیار. وقتی رفته از کجا پیداش کنم؟ یهو رفت ها؟ بله یهو رفت. بلند شو بریم بخواب برات قصه بگم. من قصه نمیخوام، من 8 سالمه. همه شما میگین که دروغ نگین، دروغگو دشمن خداست. شما دروغ میگین. سلام سلام ای بچه ها. چیه؟ خانم جان شما چه دز؟ هیچی خدا بگم چی کار کنه جلوی یه الف بچه از خجالتم آب شدم. فردا صبح من رو میبری خونه دیگه هم اینجا نمیام. نازنمه که دیگه اینجا بیام، همه رو دلم میذارم ولی دیگه اینجا نمیام. بسیار بفرمید چه بخیر. خیلی ممنون. این چیه؟ نه جالبه ها. شب بیام تو بغله دینی کوچولو شدی؟ چقدر صدات گرفته؟ هی میگم این بستنی رو نگیر دیگه. از این کوچیکی ها میگی؟ از کجاش بگم؟ از این اولم. بابا یهو کجا رفت؟ از اول بابا بگی. Thank you.
گلکم پاشو ماما، پاشو صبونت رو برات گذاشتم، خودت بردار بخور. پاشو مامان دیگه، پاشو دیرت میشه. پاشو مامان. نسری ببینم تو چیزی داری؟ پاشو تنبل خانم، پاشو. طاقت نیوردی و دو روز گفتن تا پنجشنبه من استیدیو دارم طاقت نیوردی نیوردی این کتاب خشم فرشتگارو دادم که بخون که بمونی خوندم شما هم کتابای چه من برم بخونی خوندم مهربونیات کو کتابای من هم شما بخونی مهربونیات سری چشم راننده آژانس در خدمت شماست نرگس چون خدافز ماشین بفرسته خونه آقای خسروی بعدم بابام پولش رو میده جنب خالق شما که یکی بودین چرا دوتا شدین؟ ما دوتا بودیم کامله؟ چی؟ کامله؟ سنتور شکم فقط به دلم نمیشه باز بارم با ترانه با تو هر های فرامان میکرد بر بام خانه باز بارم با ترانه باز بارم با ترانه شعر محبوب بچگی های من این شعر محبوب همه بچه های ایرانه تو حق مطلب عده کردی ممنون
شما امکانش فراهم کرد. یادم آید روز باران گردش یک روز دیرین تو بچیری توی جنگل های گیرمان باز باران با ترانه باز باران با ترانه. به نظر شما خیلی خوشحالم این کار از استودیوی من میره بیرون. ببین و نگران قیمت نباش. نه دیگه من فقط کیفیت درست کنم اونم یه بررسیه. بله سرای خانم. بله ما میخواییم شما رو ببینیم. ما؟ تو نرگسی؟ تقریبا. خب پس بیاییم پایین. پایین؟ روبروی استودیو زیر آلاچی. من میترسم بابا دعوا میکنه. تازه سرای خانم به حرف ما گوش نمیده. بابا دعوا کنه یا نکنه برای ما فرق نداره. ما با سرای خانم پشیمون کنیم. اگه هم بازم اونا خوش نشد گیه میکنه. گریه؟ الکی؟ الکی که من گیه هم نمیاد. شدی؟ ما دوتا بودیم. آخه ما دو قلویم با همم به دنیا آمدیم. یه ها گفته بود بابا تو میدونه؟ که چی؟ که شما با همین؟ حالا میفهمه. خب ما اومدیم از شما خواهش کنیم که بریم برای خودتون یه شوهر دیگه پیدا کنیم. ما اومدیم از شما خواهش کنیم که شما حق نداریم با بابای ما عروسی کنیم. اگه شما بریم یه شوهر دیگه برای خودتون پیدا کنیم لباس عرفش با من. یه لباس عرفه قشنگ. اولا این فضولی ها به شما نیومده. دوما من چرا باید به این حرفای خاله زنکی گوش بدم؟ سوما این فضولی ها به شما نیومده. اولا شما باید بریم برای خودتون یه شوهر دیگه پیدا کنیم. دوما ما مونی خودمون میخوایم. سوما شما باید بریم برای خودتون یه شوهر دیگه انتخاب کنیم. همین الان چه میدونم هر کدومتون برمیگرده پیش مامانش. اون یکی هم از این به بعد میره به مادر بزرگش زندگی میکنه. چون که پدر تو قراره بیاد خونه من و با من زندگی کنه. همین که من گفتم دیگه هم مزاحم من نشین به هیچ وجه. همین که ما گفتیم به هیچ وجه. Ha ha ha!
نهایت خانوم چیه داله؟ مریم نهایت خانوم بله یکس نسرینه بقیه این کو؟ بقیه این که بریدی کجا گذاشتی؟ یه دیگه دیگه کم داره علی، علی، این یعنی یه اتفاق اینی که میگن کیفیت برتر، ضبط بهتر یعنی این ببینی وقت چه ترافیک کاری میتونیم داشته باشه اون خانم خیلی وقت منتظرته خانم خانم تو چته؟ هیچی خب تو چته؟ تو چته؟ هیچی منظور بعدن صحبت میکنیم اون خانم خیلی وقت منتظرته رحیم جان سلام علیکم اینجا چطوری؟ بابا این یه سلام علیکش بکن من الان اومدم تلفنی چیزی نشد بابا؟ نه نه ببخشید من کم دیر کردم گرفتار بودم شما آماده این دیگه شما آماده این دیگه بله بریم بر ضبط فقط چند دقیقه خواهش بکنم تعامل فرم نرگس سیر کرده نگران نباش چطور؟ خبر دادی ازش؟ فقط همینو میگم نگران نباش میتونم نگران نباشم اصلا به من چه؟ آقای خسروی گرمه گرمه آقا واقعا ببخشید چی مگه؟ تعطیل یعنی چی تعطیل؟ الان نمیتونم تعطیل آقای خسروی این کار باید امروز تموم بشه نمیتونم چرا متوجه نیستی؟ ولی من فردا صبح قرار دارم باید اینو فردا صبح تحویل بدم من نمیتونم من الان نگرانم من بچم گیر کرده من نگرانم الان ساعت چنده الان قفلم همونی که ضبط شده تحویل میدیم نمیتونی این کارو بکنی این کار ناقصه ولی این کار از نظر من ناقصه به خاطر همینی که من دارم دوباره به تکرارش میکنم من همینو من تصمیم میگیرم چی کامله چی ناقصه کاری از این استودیو میره بیرون که مورد تایید من باشه چه اینجا با من کاری نمیشه چه با من کاری نمیشه چه نیستی؟ تو کارمند منی هر چی داری از من داری تو این مدت من زندگی تو زیر رو کردم از شروع اشتیاق من چی؟ کلنجرهای من چی؟ شده؟ با نرگس مسئله پیدا کردی؟ آره؟ با هر دوشون هر دوشون یعنی چی؟ نرگس و خواهر دوقلوش نسرین؟
متاسفم، در خودم متاسفم. سریا بایستی ببین کجا بودن، کجا بودن، تو چجوری پیداشون کرد؟ اما این ممکنه خاله زنک بش نکنی. چجوری بودن؟ بچه ها نمیده اینجا؟ بچه ها؟ آه بچه ها که؟ بیچی ببین نگران نشا، ولی نسرین و نرگس هم دیگر پیدا کردن. آره نرگس؟ بعد هم قیبش میزده. چجوری؟ شما هم که مشاله زم مشاله از هر بچه کم طاقت تری مادر. لا اله الا الله دوباره شروع. یه روز بیشتر میموندی خونه ما چی میشد؟ من یه روزی مادرت بودم منصور، حالا که عهده‌داری به چاد نیستم من چی کار میتونستم بکنم؟ به چه سرپرست میخواد؟ به چه مادر میخواد؟ به چه مادر میخواد؟ به چه که نه پدر دارد نه مادر، همینه دیگه. غلط کرد، غلط کرد، ببخشید. حالا چطور شده؟ کجا بودن؟ که پیدا شدن؟ چجوری پیدا شدن؟ حالا این حتما بچه ها حالا جا تشبیه هایی؟ یکی اومد ناهید جون سلام، حالا چی داره؟ بیا تو ناهید جون، بیا تو، شاید ستایمون یه فکر بکنیم. پس اینجا هم نایمدن نه؟ نه ببخشی، بیا تو، خدافز. سب کن با جان، سب، سب منصور برو دنبالش، منصور برو دنبالش، وای نرسه شاید یه سرنخه پیدا کنید با هم دیگه، برو. من سرنخی ندارم دنبالشون بگردم. منم ندارم. پس باید با هم بگردم. دلیلی ندارم. دلیلش بچه‌هان که با همن. خانم جان یم نرگس یه دوستی داشت آسم داشت خیامون شده یه میدون بود خب یه سر بالا درست 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 سکته همونی که من گفتم شد مامان رفت سوار ماشینه بابا شد. آخ جون زیاد خوشحال نباشید، مامان رو صندلی عقب نشست، حالا تو میاد بیاد جلو خیلی طول دارد عزیزان من. که چی؟ حالا میخوای تمام تقصیرامونو مت کنی وزد کنی؟ خیلی خوب، من سنگین تره. پس چی؟ اگه بلای سر نسرین اومده باشه چی؟ اگه بلای سر نرگس اومده باشه؟ اونا با هم دیگن، اگه خطری باشه الان برای هر دوشونه. خب چی میگیدیم؟ اونا با هم هم، متاسفانه ما هم با همیم، بل اجبار، بل اجبار. معلومه که به اجبار. آه. فکر کردی اگه نسرین رو پیدا کنم دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم. میدونی چیه؟ اصلا این دفعه هر دوشون رو خودم نگه میدارم، تو نمیتونی. انگار اختیار با شماست، خانم تصمیمم از خودش میگیره. مثلا چه گلی به سر نسرین زدی که من به سر نرگس نزدم؟ ببینم بچه ها جاشون رو عوض کرده بودن، شما فهمیدی؟ عوض کرده بود؟ بله. یعنی چی؟ بچه گل میذاری؟ بس که توی این وضعیت شوخی دارم باهاش. آخه یعنی چی؟
اینقدر شبیه همه؟ بله شبیه همه. اون منم که هفته یه روز میرم در مدرسه نرگس رو میبینمش. اونی که دیروز با تو بوده نسرین بوده، اونی که صبح بلند میشه از خونه میاد بیرون اون دستگاه رو برمیداره میاره برای نرگس نسرین بوده. آخه ناید خانم، شما که اینو میدونستی چرا گذاشتی تا اینقدر جلو برن؟ چرا جلو قضیه رو نگرفتی؟ میدونم، من حس کردم. به جان خودت منم احساس کرد. جان خانم جانت. حرف ما رو باور ندارم. البته حقت قبول دارم. حقت احساس مادرانه است. هوش مادرانه. درک مادرانه است. شما همتون مثل همین. منو با دیگران قاطی نکن. بی ادب. هیچ عوض نشدی. هنوزم هم مثل همون وقتاتی. هنوزم هم با تغییرات آدمو آزار میدی. با تغییرات، با خودخواهیات، همش نوت، همش ساز، همش پارتیتور، همش زهرمار. حالا همینجوریه که نمیتونی بچه تو نگه داری. مگه شما تونستی بچه تو جمع کنی؟ من صبح تا شب جون میکنم، سوزن میزنم، چشمم سه نمره ضعیف شده، نمیتونم. بابا اعصاب منم صد نمره ضعیف شده. خب منم کار میکنم، منم کار میکنم، شما هم کار میکنی، همه کار میکنن، تمام این مردم باید کار کنن. ایوه الناس، همه باید کار کنن، همه مجبورین کار کنین، کار کنین. ولی همه زندگی میکنن، همه کار میکنن که زندگی کنن، ولی تو زندگی تو، بچه ها تو، همه رو فدای کارت کردی. به کجا میخواستی برسی؟ یادت هست سر یه ورق نوت که بچه ها مچاله کرده بودن چه بلایی سر ما آوردی؟ یادت هست به خدا تا بمیرم یادم نمیره. نمیفهم به کجا؟ فکر میکنی چه گلی به سر تاکی میکنه؟ یعنی حرمت به ساز رو نمیفهمی؟ حرمت به موسیقی رو نمیفهمی؟ به همین مناسبت تا منو تو گور نذاشتی درک این حرفا سراغ ذهنت نمیاد. اصلا به خاطر نوت نبوده. این نوت ببرم. این نوت به خاطر این نبودی. نه هاش بهانه هست، اینا بهانه هست. ببرمی ببرمی ببرمی. یا دارن با هم دعوا میکنن یا دعواشون تموم شده حالا قهرن با هم. پس فایدهش چی بود؟ ما میخواستیم اونا با هم آشتی کنن. صبر داشته باشید عزیزان من، صبر کنین، حوصله کنین. به خدا مامان دیگه کرده، گناه داره. بابا هم همینطور. بریم تلفن بزنیم. میخواین تلفن کنی؟ بلند شو برو تلفن کن. من میگم حوصله کنین، صبر داشته باشید. دلم قرار نگرفت. چه عجب؟ واقعا خیلی عجبه. دل شما هم قرار نگرفت؟ ببینم من باباشون نبودم؟ نیستم؟ اگه منظورت بابای نسرین و نرگسه، شما بابای مزار رو به توبن بودی. ببین بذار بسه بعد. بعد چی؟ بعد کی؟ هیچی بابا جون، هیچ. کجا بریم؟ من که دارم میرم کلانتری. خبر دادم. خب عکس نرگس هم دادم. ما الان قاعدتا باید بریم سراغ فامیلی، دوستی، آشنایی. کجا ممکن رفته باشه؟ نخیر آقا، نخیر. سراغ فامیل نمیرن. خودم باید برم سراغ دوستاشون. باید بریم. بفرمایید. بابا جون، بابا جون خیال کن تاکسی تلفنیه. حالا چرا انقدر تون میری؟ راحت باش. کلام نداری و من میگم خجالت میگیرم. من تو استاد زن چی دستونه میگیرم؟ دست تو دارم. من دست تو دارم. دست تو من دارم. من سو بابا برو شما بیا.
روزی میکشی؟ چیه؟ همشا برو همشا برو برو میزنم برو 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 آقا زده برو برو همون که گفتم خیلی دوستالایی فرق میکنه نه؟ ببخش تو بلدی ببخش نه؟ نسرین هستم، نسرین خسروی، همکلاسی رویا جون. بله بله، بفرمایی. قربون تو. ببین محسوم جانم، چونتون نگران شدم یه دقیقه بیا بالا ببینم موضوع چیه. نه بابا ببین نگران نشو، من الان تو وضعیت نیستم که بتونم بیام بالا بشه. من فقط میخواستم ببینم زهره امروز نرگس دیدی یا نه. همین. نه اصلا من قهر کرده، یعنی خودم باش قهر کردم، دفتر حسابش ازش میگیرم وقتی پرشیدم. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. سلام برسیم. یه بود با من نکردم، میگه نه تو کردی، میگه من کثیفم نامرتبم، میگه آره هستی. نمیدونم چقدر تازگی نگار میگه امروز اصلا مدرسه نایمده. بله بله میدونم. خانم خسروی جانم، رضایت نیرانتظامی یه آشنا داره، میخواییم بیاییم بالا یه تلفن بزنیم. خیلی ممنون، خبر دادیم، ببخشیدا. خواهش میکنم. قربانشون. چشم. چی شد؟ چطور شد پای نیروهای انتظامی؟ چی شد؟ یعنی آب شدن رفتن زیر؟ چی؟ چی شده؟ خانم جان دستتون درم نکنیم، واقعا خیلی قشنگه. مبارکتون باشه. خانم جان الان بپوشیم؟ نه نه نه، صبح. خانم جان شما مطمئنین که مامان بابا فردا میان؟ انشاءالله. گشنت نی؟ صورت تو پاک کن. ها؟ صورت تو پاک کن. پاک شو. گشنت نیست میگم؟ من میگم بریم یه جایی یه چایی یه غذایی یه چیزی بخوریم، انرژی بگیریم، بتونیم ادامه بدیم. چی چی رو ادامه بدیم؟ بریم بریم دنبالشون دیگه. بازیه. چیه؟ بازیه. چی چی بازیه؟ به دلم برات شده این بچه ها دارن ما رو بازی میدن. من میدونستم، به جان خودت من میدونستم. ماما یه حرف خارج و بابا یه حرف خارج. بچه هم که بچه هست، نمیفهمه، میشه گولش زد. این همه سال ما اونا رو بازی دادیم، امشب هم نوبت اوناست دیگه. این به اون در. بله بله بریم دیگه. Corner.
تیر خشم دلم ها قدر به خدا همچون مرد پرشور و شهر منم دارمش صبح شد سلام 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 آقا دهیم جام چیه؟ سلام میکروفون ها رو کار نذار چرا؟ بنویسش آقا رحیم سلام خانم یه لحظه چشم ببخش اول سر و کله بچه ها پیدا میشه بعد نوبت مادر بچه هاست خاله زنک ها همشون مثل همن آویزون بچه هان استاد منصور خسروی مردم چه دلشون خوشه دیروز عصبانی بودم بهت گفتم بی لیاقت امروز عصبانی نیستم بی لیاقت میدونم که دیدیش کیو چی گفت کی چی گفت کجا بریم بریم خونه خانم جان سلام 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 چه خبر بی خبر نیستم بفرمایید تو اینجا اینجا بیا تو اینجا تو. نه بله. اینجا بله اینجا بیا عزیز. تو بابا نرگس نسرین کارگردانش هم همین ایشونه ولی خدا خدا رو شکر می‌فرمایید مسابقه هوش دیگه اینم یه چشم هوش پدرانه نگسون دست دست بابا دست دست بابا دست دست بابا
خب این نرگسه دیگه. نسرین دلم برای تنگ میشه، ما دیگه از هم جدا نمیشیم. این من اشتباه کردم بابا، معذرت خواهم. اینجا بینم بابا. خب کدومتون گفتین از هم دیگه جدا نمیشین؟ نه. خب از هم دیگه جدا نمیشین. شیرین شیرین خدا، ایشون مشکلی پیش نیاد، امید خدا به خدا میسپارم.